توجه به تخلفات ذکر شده در این پرونده، بنده هیچ کاری نمیتونم برای شما انجام بدم خانم. حالا اگه یه دستفروشی ساده بود، برای اولین بار میشد اغماز کرد و چشم پوشی کرد، ولی جرم پرونده شما خیلی سنگین تر از این حرفاست خانم. آقای رئیس، تو پرونده ما مگه چی قید شده؟ ما چه خلافی کردیم که خودمون خبر نداریم؟ الان عرض میکنم خدمتون، اینجا الان برای من نوشته شده بستن غیر مجاز پیاده رو، ضد غیر بهداشتی گوسفندان، فروش کپسول اکسیژن تو پیاده رو، درگیری با افراد متحد و زحمتکش ستاد رفع سد معبد. حالا بدتر از اون، تصویربرداری غیر مجاز از این مناظر برای زیر سوال بردن افراد زحمتکش ما. حالا یه شکایتی هم از شما شده، بدتر از اون دیگه اصلا اونو به ما ارتباطی نداره خانم. ببخشید، کی؟ یعنی این شکایت درباره چیه؟ کیه؟ بله، تلاش برای تخریب یکی از چهره‌های کاندیداهای ریاست جمهوریه. ببینم عکس کسی پاره نکردی شما؟ آقای رئیس، قربونتون، شما چرا همه چی رو سیاسیش میکنین؟ ما یه مراسم افتتاحیه داشتیم که یه عده از مسئولینم قرار بود اونجا باشن. ما هم رفتیم خیابونو بستیم که این مراسم خیلی خوب برگزار بشه. خانم، همینجوری که نمیشه صد معبر کرد که. شما باید قبلا به ما توضیح میدادید، اطلاع میدادید، ما خودمون پیاده رو برای شما میبستیم. ضمناً فروش غیر مجاز گوسفند و ذبح اون به مغازه شما ارتباط نداره. ببخشید آقای رئیس، ما گوسفند نمیفروشیم که. اون گوسفند رو برده بودیم برای مراسمی که داریم قربونیش کنیم، باور کنیم، فقط به خاطر شگونش آورده بودیم اونو قربونی کنیم و اینا. این آقایین رسم که اومد، آها، کپسول اکسیژن هم مال چیز بود، مال اتاق اکسیژنه. اتاق اکسیژن؟ بله، همین مرکزی که قرار بود افتتاح بشه. بفرمایید، اینم مجوزش. ببینم خانم، امضا آقای سیفی مقدمه؟ بله، خودشونم تشریف داشتن. ایشون که طورشون نشده خانم؟ نخه، ایشون و جناب جعفریزاده به کمک پرسنل وارد ما تونستن به موقع در برن، فرار کنن. جناب رئیس، آقای جعفریزاده اونجا تشریف داشتن؟ بله، فامیلتونن؟ ای بابا، ای کاش فامیلمون بودن خانم. شما یه کار اشتباه میکنید، ما رو با این افراد مسئولین میدازید تو جون هم دیگه خانم. آخه یکی از بچه شما نبود به ما توضیح بدن که اینجا چی به چیه؟ اگه قبلا به ما اینو اطلاع میدادید، ما هم مراسمتون رو خوب برگزار میکردیم، هم گوسفنداتون رو ذبح میکردیم، همین که دیگه مشکلی برای ما شما ایجاد نمیشد خانم. ولی ما این مراحل بلد نبودیم، نمیدونستیم باید چیکار کنیم. دیر کردن، دیر نکردن؟ گمونم. من میگم اصلا من خودم برم تو ها. یه مرد دنبال کارا باشه قضیه خیلی فرق میکنه. برم؟ نه خیر، لازم نکرده. شما قایون به حد کافی دیشب مردونگیتون رو نشون دادین. فقط مثل خروس جنگی پریدین به هم دیگه. من دربارو شروع نکردم که. من تو به خودم اومدم دیدم آقای صادقی فر اون وسط گلاویز شده باشون. درست میگه. برین دعا کنین بلای سر فیلم‌ها و دوربینای من نیومده باشه. و الا خودتون میدونین. من ساده رو بگو. فکرم شما هماهنگ کردین اونجا رو بستین. و الا من خودم کار خودم بلدم. میدونم کجا فیلم بگیرم کجا نگیرم. بدبختی، حالا جواز ما رو بگو که اگه بفهمن جواز به نام کسی دیگه و شغلش هم چیز دیگریه که حتما هم ببنده.
دیگه با چه روی من برگردم یه حزب پیش گل چهره و باباش گفتم که دست پرم یا میدونی که کاری کی بود؟ کاری کی بود؟ کار همین پیرمرده دیگه. من مطمئنم اون زنگ زده خبر داده. جبری رو مگی؟ بله. اصلا محال ممکنه که. ولی آخه خودشون سرش درد میکنه واسه حرفا. مگه ندیدی اومد جلو؟ چرا اتفاقا خیلی هم دوستش دستگیرش کنن. یه 30 سالی هستش که دلش میخواد که دستگیرش کنن. اومدن. گمونم درست شد. سلام برسونید. مفهم در دست ما دلگیر نشن سوء تفاهمی پیش اومده بود. باید ببخشید. خیالتون راحت باشه. من خدمتتون میگم که شما خیلی با ما همکاری کردید. بزرگواری کردید. به کپسول مفصولی پرم گون نیسانون دارنا. او عتید یخ سالدان جتون جتون. نیسانو تای داد. جتون جتون. جون درسته. تشکر. خواهش میکنم. این دوزنار تحویل خانوما بده. چشم. اگر به خاطر خانم نبود من میدادمتون زندون. بله خیلی ممنون آقا سلام. اینم چاقوی شما. آقای رئیس دست درد نکنه. ما که کاری نبودیم. واسه چی ما رو دستگیر کرده بودیم؟ ما نه اینوری هستیم نه اونوری. سلاخیم. اومدیم یه گوستان بکشیم پولمون رو بگیریم و بریم. حالا یه اشتباه شما باید ببخشید. دست شما درد. خدا خیلی خیلی زحمت کشیدین ها. ببخشید پس من به خاطر جواز کسبمون خودم زنگ بزنم به آقای جعفری زاده؟ نه دیگه نیازی نیست شما بهشون زنگ بزنید. من یه نوشته میدم شما به خدمت ایشون بدید. بعد من فقط یه بزرگواری کنید با جعفری زاده بفرمایید که سفارشتون رو کردم. حتما. خیلی ممنون. خیلی ممنون. آقای صادق قفر بی خیالت شدم. بله. خلاص شدی. بابا جان هر چی موضوع هست و هر چی تقصیره زیر سر اون با جناقه بین. وقتی که فهمید من اومدم ثبت نام کنم و از حسادت داشت دق میکرد زن. اون نواری رو که حاوی زد و خورد و کتک زدن من توسط مامورانه میشه از دوربین دربیاری بده به من؟ بیچاره کسی که شما بخوای رئیسشون بشی. آقای صادقی فر من خواهش میکنم شما زودتر تشریف ببرید منزل. الان دوباره میام به شما یه گیری چیزی میدن. خواهش میکنم زودتر تشریف ببرید. خدا حافظ. خدا حافظ. بچه ها بیاییم بریم دیگه. بله. خیلی ممنون. سلام برسونید. خیلی سلام برسونید. خواهش می‌کنم. خداحافظ شما. آقای رئیس خیلی ممنون. خداحافظ شما. خداحافظ شما. آقای رئیس. بله. اگه فرصت کردین یه سری به اتاق اکسیژن ما بزنین. حتما. ما در خدمت باشیم. حتما حتما. خیلی سلام برسونید. سلام من با خانم میرم. الان میام من. ببخشید مهتاب خانم میگم اگه تای فیلمتون خالی هست میخواین مصاحبه منو همینجا ضبط کنین. دار و درخت و اینا هم هست. قشنگه. نه که با این بادم جوری که زیر چشمت کاشتن صلاح نیست. حالا وقت بسیار ایشالا یه وقت دیگه. آره اینجوری بره. خسته نباشی. خیلی ممنون. چه خبر کسی بیچی تره؟ بد نیست شکر خدا ولی دو تا بلیت بیشتر نفروختیم. البته ناراحت نباش هر کاری که میخواد بیرا بیفته اولش همینطوری لکه لکه یکی دوتا ولی من روزی رو میبینم که تو وقت سرخورون در ننداشته باشی. من اینو موندم که مردم میرن کلی پول هله هوله و اینجور چیزا میدن خب. بعد حاضر نیستن بیان اینجا 100 تومن بدن هوای تمیز و سالم و تنفس کنن. البته خب حق هم دارن خبر ندارن شما باید تبلیغش کنین. اصلا میدونی چی میگم؟ میگم که اصلا شما باید یک کاری بکنی که اتاق اکسیژن مد شه. مد شه؟ آره. لباسه؟ خب من البته تو این ترونه بی در پیکر یه چیزی دستگیرم شده. اگه کاری میخواد شغلی میخواد موفقیتی پشتش باشه میباید مد شه. مثلا خانمه بره به دوستش بگه دیروز اتاق اکسیژن بودم فیفی رو دیدم. یا مثلا بگه تا حالا اتاق اکسیژن رفتی این قطعه برای پوست خوبه. ولی اگه تو نشستی اینجا که یارو خودش برای سلامتی بیاد این تو ول معطل. حالا اگه یز بود مردم اونجا فرهنگشون بالاست می اومدن استفاده می کردن خیلی خوب. بس کن اینقدر از خودتون تعریف نکن. تو همین تهرون همین جا من به تو قول میدم مشتریایی که اینجا صف میکشن برای اتاق اکسیژن خیلی صفشون طولانی تر از اونایی که میان اونجا سیراب شیردون بخورن. اینجا؟ بله. ما که اصلا خدا پدر بیامرز ما که اصلا صف نداریم. روزای جمعه صبح یه قدی شلوغ میشه اونم فقط به خاطر حلیم. ولی من یه جایزه میذارم. خب برای اون روزی که تو بتونی 12 تا صندلی اینجا رو که پر کنی من ببینم یه کاسه سیر و شیردون به عنوان جایزه بهت بدم.
من سیراب شیردون نمیخورم. من چلو کباب میخورم. حالا نمیشه جوجه؟ نه دیگه. نه چلو کباب برگ. برگ. آره. قبوله. آره قبوله. مطمئنم 100 درصد. ان شاء الله. ببینی. ببینو تعریف کن. باشه. حالا خیالت راحت راحت باشه. سراغ ما اومدی کارو ردیف کنی. دیگه سفارش نکنم. بی جای همه سفارش مایه بده دیگه. پول ندارم. باز حرف پول زدی؟ انقدر حرص مال دنیا رو نخور. پول چرک کف دسته. مگه تو حالا باید بد حسابی کردم؟ من نوکرت هم هستم ولی به فکر این بنده خدا هستم. نه خرج خانواده میداره. پول بدید. بیا اینو فعلا بگیریم 50 تومانه بقیه‌ش هم بعداً بده. خجالت نمی‌کشی چی به من دادی؟ این کم تام شده مثل این فیلمبردارا که قصه اول مینه قصه دوم هبل یا پول دستخط یاد اقل به من بده. اینو الان میدم بقیه‌ش هم بعد از انجام کار دیگه. حتماً. حالا چند نفری میخوای واسه صحبتمون تموم شی؟ میخوام زیاد باشم، میخوام جلو اتاق اکسیژن، جلو خونه غلام، جلو کله پزی بهزاد پر آدم باشه، اینجوری جای سوزن انداختن نداشته باشه. بچه‌م نیار با خوده. اش خیالت راحت باشه، مش آدم میارم که فکر کنی واقعا آرتیست بازیه. خیالت راحت، ما مشکل ما رو حل کن. پول میخوام. واسه حرف پول زدی؟ برو به کارت برس. بیا بابای سایه. آرتین بیا بس بیاره. اسمش چیه؟ آرتینی دیگه. اذیتم نکن. آرتینی دیگه. آرتین. آره میگن اینجوری صدا کنیم با کلاستره دیگه. بسر بپر. سلام آنه. سلام. سلام نمیخواد بکنی. بپر برو قشنگ چی آدم مادم ها جمع کن مراسم داری. حواست جمع باشه. منم باید میام را. قناه داری؟ نه. ساعت 6 اونجا باشین. آره پول بدید. مهمه. پول. حرف. یعنی یه دونه بلیط هم نیست؟ آخه من آس دارم. ببینید خانم، همه ی بلیط های ما در این هفته از چند روز قبل پیش فروش شده. فقط شما میتونید برای اوایل هفته آینده بلیط رزرو کنید. الان من هیچ کاری نمیتونم براتون بکنم. حالا نمیشه یه کاری بکنید؟ نه چی کار کنم آخه؟ جا نداری. من خانومم از کرج اومدیم. بله. اگه اجازه بدید و ما رو بپذیرید ممنونتون میشم. ببینید آقای محترم، من الان هیچ کاری نمیتونم برای شما انجام بدم. همه صندلی‌ها پره. از قبل رزرو کردن. فقط تنها کاری که میتونم الان براتون انجام بدم اینه که شما شماره‌های تماستون رو بدید به ایشون. ایشون اگه کسی کنسل کرد جاشو با شما تماس میگیره که شما تشریف بیارید. آقا چرا مردم رو اذیت میکنی؟ مگه اینجا اتاق اکسیژن نیست؟ بله هست. مسئول اینجا کیه؟ پس رئیس شما هستی؟ بله. میشه یه بلیط بدید برای اتاق اکسیژنتون؟ ببینید الان اتاق پره، عرض کردم خدمتتون، اصلا جا نداریم. از موقعی که خود بنده افتخار پیدا کردم در این اتاق اکسیژن تنفس کردم ری، هم درد کلیه خوب شده، اون به درد بوی دهنم که سیر میداد دیگه بوی سیر نمیدید. درست میگم به خاطر همین اتاق اکسیژن خواهر من از مرگ حتمی نجات پیدا کرد. قربان کلامت. یکی از رگای قلبش گرفته بود، اومد تو این اتاق، این اتاقی که با استانداردهای روز جهانی اکسیژنش بالاست، استنشاق کرد. آقا رب آزمایش داد آقای و خانوما، گفت از سالم سالمه. مزایای سوم، اینجا قیمت شما روزانه علی همه میتونم بیارم ارانه. جدا؟ پس به خاطر همینه که اینجا اینقدر شلوغه. درد بی درمانی دواست. اینجا چه خبر داشته؟ شما عصبانی ایری. چه خبره؟ بیا اینجا. اینجا پارتی بازی شده دیگه. چند نفر تو هن؟ نه آقا جون، توی این محله از این خبره نیست. گوش کن شیرین اصل، ببین چی دارم بهت میگم. یه الان اول از همه منو میفرسته که اون اتاق نیتروژن تو ببینم چه خبره، یا اینکه هرچی دیدی از چش خودت دیدی. ببینید دوست عزیز، من با شما هیچ دوستی ندارم آقای محترم. من با شما هیچ دوستی ندارم. به پارتی بازی و مارتی بازی هم آلرژیک دارم. اگه اد کنه بزنه بالای کاری دستت میدم سیبیلاتو دود میدم اینجا. ببینید آقای محترم، با داد زدن و عصبی شدن هیچ کاری پیش نمیره. اگه قرار به داد زدن باشه صدای من از شما بالاتره. من آقا خیلی معذرت میخوام، من خیلی شرمنده شما. من این ننگو با خون پاک میکنه. Oh my God.
اصابه مرا خورد. کی؟ پلیسه. نه بابا ساده گندی پلیس کیه بابا؟ کی پلیسه؟ پلیس کی؟ یارم داره برچان میزنه به زور بره اتاق اکسیژن. نیا کنی چرا به زور بی زور مفرست؟ آقا برچان گفته اتاق اکسیژن تا آخر هفته جان نداره، بر رزرو کنی دیگه. واقعا؟ نه بابا ساده این بازی داره بردیم سیاه بازیه. یارم باور کرده از شانسش داره نمیزه. چه دست به دخالت نکنی یا چه دست بزنه داره. این پلیس نیست. نه پلیس نیست. آقا آروم، آقا آروم، آرومه. آقای محترم شما مگه هنجرت رو تو جوب جستی؟ تارا صوتی قیمت دارش رو داد میزنی آروم؟ تو چی کار حسن محله ای؟ من کی هستم؟ من؟ آره تو. منو میگه؟ آره تو باقلی. آروم باش کلام، تو اینقدر زود از کوره در نمی رفتی؟ جونی بیزاد بیا یه کلو بخور تو. آخه آمدم با زمون خوش با لبخند شکن بش میگم بس کن، مریض داری میمیره، اومده واسه من عربده میکشه، میگه تو کی هستی؟ من شاغلامم، شغلامم اینه به تو بگم یه من ماست چقدر گره داره. بیا بیا کلام، بیا تو یه لیوان یه کلو یه کلو از این بخور، آروم باش. نمیخوام. چرا اینقدر عصبانی میشی؟ دنبال یه بهونه میگردی قاطی کنی؟ دنبال شر میگردی؟ من که دو کلمه داشتم با این یارو گفتمان میکردم، بعدش هم اگه کار میخواست بالا بکشه خودم از پسش برمیادم. یه دونه همچین میخوابوندم تو گوشش که بخواب اصلا نتونه بلند شه. بدبخت بیچاره نیقلیون، من نبودم که وسط گفتمان خورده بودت تیلیتت کرده بود. حق داری. آقا فرشاد چی متوجه داشته باشین؟ اگه خلام پشتیت نکرده بود اون چه وقتی که اونجا یخت کرده بودن؟ راست بگه تیلیتت بکردن. کدوم جماعت؟ همینا. اون جماعتی که دیدی، اون جماعتی که دیدی آدمای اوسمراد بودن. خودم بهش گفتم یه سری آدم بردار بیار اینجا که اینجا شلوغ شه برای تبلیغ. این یه نفر یهود همینجوری سر رسید کارا رو خراب کرد. دروغ میگی؟ چی رو دروغ میگم؟ این واقعیته. این خودش آورده بوده. من داشتم اینجا به خاطر تو یالف بچه له و لورده میشدم. مزمور مزمار فرقی نمیکنه. آب زیر کار. الان دیگه میخوای بازم قاطی کنی؟ بیا معذرت. بیا خدا میرم درست. میخاطر من نوبت توه. رفت نوبت توه عزیز من. من الان بیا. میرم حالشو همچین میگیرم، میگم بیا دست و پاتو ماچ کنه. خوبه؟ برو مازمور سوسما یک مارمولک هایی بله بخورم داغ. بیا نه خونکی تو برو دیگه. خیلی ممنون. نه برو جو خیلی ممنون. اسمورم عزیز من، شما اگه حالتون خوبه من خواهش میکنم اگه حالتون خوبه به آرامش رسیدیم بریم این اتاق اکسیژن رو بهتون نشون بدم. من تا حالا پسر خوشتیپا نگیرم از اینجا تکون نمیخورم. خوشتیپ کس و کارته؟ من چاکرت هم چرا دوباره قاطی میکنی عزیز من؟ این آقا یه ذره قاطی داره، عصبیه. هفته ای چند بار میاد تو اتاق اکسیژن که یه خود حالش بهتر بشه، منتها یه زمانی طول میکشه دیگه. عجب. بله حالا شما کوتاه بیا ببخشش، آدم از نظر روانی و اینا سالم نیست. خواهش میکنم بریم اتاق اکسیژن، من بهتون نشون بدم اونجا یه تنفسی هم میکنین به آرامش. باشه بریم. عصبیه؟ من که از اون عصبی ترم. خودت میدونی که من نوکرتم دیگه. من نوکرتم. برو دیگه عصبی همه کسته. برو دیگه بهتون نشون بدم. خواهش میکنم. حالا یه کاری میکنی شاغلم خرد خطیش کنه ها. یخ یخ بریز تو اینا داغه. خواهش میکنم بفرم. این شما، این هم اتاق اکسیژن. همین؟ بله دیگه همینه اتاق اکسیژن. این اکسیژن رون که میکردین همین بود؟ بله دیگه جسارتاً اکسیژن روم همینجاست. و که اکسیژنه؟ عزیز من اکسیژن الان در هوا پخشه، همه جا هست. شما یه نفس عمیق بکشید،
فقط کافیه یک نفس عمیق بکشید تا اکسیژن از طریق بینی جناب عالی منتقل بشه به ریه حضرت عالی و اون وقته که شما تراوت و تازگی رو کاملا حس میکنید. شما یک نفس عمیق بکشید. چی شده مثلا؟ چیز خاصی احساس نکردین؟ نوچ! معذرت میخوام، یه لحظه اجازه بدید. خب، حالا یه نفس عمیق بکشید. این شد حالا یه چیزی. بله مینا جونم، نمیگفتی اینجا پر مشتریه و وقت نداریم سرمونو بخارونیم و اینا؟ چرا گفتم اینجا پر مشتری بود؟ خب اما به خاطر گل روی شما گفتم که همه تشریف ببرم منزل. راست میگی؟ جون شما، مرگ شما. به تو چشمه من نگاه بکن. بله من خرم؟ نه دورست جون، من قیافم شبیه احمقا؟ نه آقا، من چی من شبیه بز میمونم؟ عزیز من، من آلبالو هم؟ نه آقا، بکردی خر گیره بازی؟ عزیز من، شب لطا مردم سرکیسه میکنی شب تا شب. آره تو، آره تو. سلام مونس خانم، حال شما چطوره؟ خدا مرگم بده، این چه سر وضعیه برای خودت درست کردی؟ چه اتفاقی افتاده؟ چیز مهم نیست، اتفاق خاصی نیفتاده. یه مشتری اومد، یه خورده حال عصب داشت، آدم قاطی بود، بعد اینجوری شد دیگه. خب اگه این همه آدم که اینجا شب و روز وکی ویلونن، کدوم گوری بودن که سراغ تو نیومدن؟ نبودن آخه، من و این آقای توی اتاق اکسیژن بودیم. اتاق اکسیژن هم که عایق، اصلا سر و صدا بیرون نمیاد. این یارو مرده، میخواست به زور بیاد تو، من نمیذاشتم. بعد موقعی که اومد تو، قاطی کرد، هی منو کتک زد، هی منو کتک زد. هر چی داد زدم، فریاد زدم، هیچ کس صدامو نشنید که بیاد کمکم. انقدر منو کتک زد مونس خانم که خودش خسته شد و رفت. خدا انشالله ذلیلش کنه. مگه دیوونه بودی مردی که؟ دیوونه که فکر کنم بود، ولی میدونین تقصیر خودم هم بود. حقیقتش پیرو به اون نصیحتی که آقای مسئول روز افتتاح کردن اینجا. کدوم نصیحت؟ که عقل مردم به چشمشونه. آها خب بله خوب. من پیرو به همون نصیحت به اوسمراد گفتم که آقا جون یه تعدادی آدم بریز اینجا شلوغ بشه که ما هم بگیم بابا اینجا اتاق اکسیژن طرفدار زیاد داره و شلوغ میشه و اتاق جا نداره و از این حرفا. منتها این وسط مثلا سر و کله این آقای دیوونه پیدا شد، به زور می‌خواست بره تو. هم منم گفتم نه دیگه، قاطی کرد، منم که از اون قاطی‌تر. حالا اون رو باید می‌دیدین، له و لورده شد. ببینم واسه چی این کارو کردی؟ واسه چی؟ واسه بازارگرمی، بگم مثلا تبلیغات، ما مشتری زیاد داریم. اصلا این کارا فایده نداره فرشاد جون، فایده دارم. نداره. من دیشب با دکتر صحبت کردم. اه؟ بله دایی جان؟ بله. خب که؟ گفتم که دیشب. ساعت چند؟ به تو مربوط نیست. آهان بله بله آره. میفرمونی. دکتر به من گفتش که شما باید یک وسیله سرگرمی و رفاهی بله برای اتاق اکسیژن فراهم کنی. بله راستم میگفت، میگه مردم میرن اونجا میشینن حوصله‌شون سر میره. منم گفتم حق با شماست. خب حالا به این فکر رسیدم که بشینیم با هم دیگه هممون یه جلسه بذاریم، فکرامون اینجوری بریزیم و وسط تا ببینیم چی از توش در میاد. فکر خوبیه. این جلسه رو کجا برگزار کنیم؟ خونه غلام. نه به هیچ وجه منن وجود. آخه چی را غلام؟ آقا جان مگه منزل من سالن همایش و اجلاسه که هر دقیقه عشقتون میکشه را برا توش جلسه بزنین؟ برین تو روم جلسه بزنین. کجا؟ اکسیژن روم. خب مشکل داریم حتما که اومدیم از تو درخواست میکنیم دیگه. ما با یه شرکت نظافتی قرارداد داریم، قرار امروز بیان اینجا رو تمیز بکنن. موقعی هم که دارن اتاق اکسیژن رو تمیز میکنن که نمیتونیم مثلا جلسه بذاریم با هم حرف بزنیم. میشه؟ درسته حرفت منطقی. خب باشه بذارین اینجا همینجا. کجا؟ اینجا؟ اینجا
بابا مشتری ها میان پشت پنجره میبینن جلو شما خیلی زایه است. بابا همونجور که شما باید به فکر بیزینستون باشین و حقتونه، منم باید به فکر بیزینسم باشم و حقمه. من امنیت شغلی مخدوش میشه. من مطمئنم اگه ما این جلسه رو بذاریم به نفع هممونه. آره. چرا دیگه عزیز من؟ من مطمئنم که به شما هم یه چیزی میماسه. بله. بله دیگه. بله. بله. تمام این برنامه مال اینه که تو این جلسه مرسا یه چیزایی به یه کسایی بماسه. ببینم. من از شما توقع نداشتم که شما هم دستتون با اینا تو یه کاسه باشه. آقای جباری این چه حرفی که شما میزنیم؟ ما یه دونه جلسه درون گروهی و محلی داریم دیگه. بله. چه بدتر عزیز من، تمام توته های بزرگ سرش تو همین محافل درون گروهیه. من چجوری به شما بگم؟ آقای جباری ما همه خودمون میخوایم دوره هم جمع بشیم یه جلسه بذاریم. این جلسه هم برای این برگزار میشه که ببینیم چی کار باید بکنیم که بتونیم مشتری بیشتری رو جذب بکنیم برای اتاق اکسیژن. بله بله حالا گرفتم. یعنی شما میخواین بگین که مردم در آسایش و رفاه؟ بابا کدوم آسایش عزیز من، کدوم رفاه؟ بابا نکنید این کارا رو، اینقدر به این مردم خیانت نکنین. بسه. ببینم شما چقدر از اینا پول گرفتین؟ من فکر نمی کردم که شما هم خودتون رو به اینا فروخته باشین. چقدر گرفتین از اینا؟ آقای جباری والا بلا چیزی تو کار نیست اصلا. یه چیزی اگه شما خیلی مشکوکین ما از شما دعوت میکنیم که تو این جلسه شما هم شرکت کنین. تمام. ها حالا که اینجور شد، خب من افتخار شرکت در این مجلس رو به شما میدم تا بیام ببینم برنامه چیه. با کمال تشکر. بله خیلی هم از ادون سپاس گذاریم. خب صورت جلسه رو که همه اطلاع دارید. بله چه کنیم که به ما خوش بگذره؟ به ما نه، به مردم. بله به مردم که خوش بگذرد ما تیله خرج میکنن، به ما هم خوش میگذرد. خب حالا کی میخواد اولین نفر نظرش بگه؟ من. مثل که اصلا شما ظرفیت اینو ندارین که آدم به تو یه کاری واگذار کنه. اصلا خودم میگم. فرشاد شما شروع کن. چشم. خب دوستان عزیز خدمتتون عرض بکنم که البته ناگفته نمانم تا وقتی که من نفهمم تو این جلسه چی میگذره رو دوستی بنده اصلا حساب نکنیم. من اینو گفته باشم. بله تموم شد. بفرمایید. بله دوستان عزیز خدمت رو عرض بکنم، موقعی که مونس خانم به من گفتن که یه فکری بکنیم که چجوری به مشتری ها خوش بگذره، من خیلی فکر کردم، انقدر فکر کردم، چند ساعتی فکر کردم تا اینکه سردرد گرفتم. وقتی که سردرد گرفتم گفتم برم داروخانه یه قرص. من مردیم بری داروخانه. بذار ببین چی میخوام. نه رفتم داروخانه. رفتم داروخانه تهیه کردم. رفتم داروخانه برای گرفتن قرص، یه چیزی جلب توجه کرد. دیگه مغلطه نکن، بگو اون یک چیزی چه چی بود؟ بفرمایید. چشمم خورد به این چرت که نه عزیز من، اجازه بده من توضیح بدم. موقعی که مشتری میاد توی اتاق اکسیژن میشینه حتما روز سختی رو گذرونده. درسته. پاهاش درد گرفته، زیاد بدو بدو کرده، بله. سر کار بوده و نیاز داره که بیاد بشینه اونجا به آرامش برسه. بله. موقعی که اومد نشست روی صندلی اتاق اکسیژن، ما سریع اینو میذاریم زیر پای مشتری. مشتری پاهاشو اینجوری روی این تکون میده، پاهاش ماساژ داده میشه، جریان خون بهتر توی پاهاش و بدنش گردش پیدا میکنه، در نتیجه کیف میکنه و بهش خوش میگذره. این حالا هزینه‌اش چقدره؟ نه خیلی ارزونه، مفت. خب لیلا خانم نظر شما چی؟ به نظر که چیز بدی نمیاد، پیشنهاد بدی نیست. پس هیچ شد. خب شما بفرمین آقا غلام. من میگم که وقتی که مشتری داره نفس میکشه چرت گم زیر پاشه، یه موسیقی زنده هم پخش بشه. آره اینم خوبه. بعدم نمیگی. بله. پس شما داریم تمام این کارا رو میکنین که مردم رو گول بزنین. شما با این خوندن این آوازها میخواین چیکار کنین؟ مردم رو شستشوی مغزی بدین. چی میگی آقای جباری؟ آقای
شاسته جوری مغزی بدین، ما داریم خدمات میدیم. میخواد ایشون سرودای امن اینجوری بخونه. آقا جباری من به زور خودم میرم همون خودم رو شستش میدم، مغزی که شستش میدم. من بحثم موسیقیه، اون چیزی که تو ذهن منه موسیقی در پیته. من بیزینسم با مردم، مردم رو به کاملا میشناسم، مردم با در پیت مخاطب میشن، رابطه برقرار میکنن. بیزینس در پیت میکنه. ببینین حالا ما خواننده در پیت از کجا گیر بیاریم؟ این خیلی سخت، خیلی سخت. این دور زمونه خواننده در پیت اصلا گیر نمیاد، حرفشو نزن. درسته. آب در کوزه اون وقت تشنه لبان میگردین، من الان خودم تو کوزم. آقا غلام شما در پیت هستین ولی خواننده چی؟ نه من هم در پیتم هم خواننده هم. نه نه شما هیچ کدوم از اینا نیستی، شما توپی. بله اینو اون حالا بحثش جداست، من خواننده هم. آقا غلام خواننده قلب ها. سلام. تو حرف یومیت رو به زور میزنی، حالا میخوای واسه ما کنسرت بدی؟ همون خب حرف یومیه همه میدونن خیلی سخت‌تر از آواز خوندنه. اینی آواز. حالا شما چرا قضاوت میکنیم؟ اونس خانم شما همه کاره اینو بردش. شما من یه تیکه میام گوش کنی خوب بود قضاوت شما باید نظر بدید. ببخشید مونس خانم. بی ادب خواننده میخواد بشه در پیت. شما ناراحت نشید. الان دو روز هم حافظش تو پاچشه. دو روز هم از آب جوش نخورم. بفرمایید. نفست میدونم فرتی میگیره، جوونی اما میگن که پیره، ریت از دود و خاک حسابی سیره، خیال درمون این ریه شیره، مونس خانم شیرو ازت میگیره، اکسیژن میده به جم که دیره، اکسیژن میده به جم که دیره. نه معلومه حالت خوبه. به من کیف کردم. من آقا با این موافقم. حالا سرت خدا. بله من موافقم. فقط مونس خانم شما موافقه یه عرض کوچیک من بودم. بفرمایید این مبلغی درآمدی که دارین، درآمدی که دارین یه بخشیشو جسارتاً باید بسلفینیم. بر یعنی چی؟ بسلفیم؟ آره یعنی شل کنیم. شل کنیم؟ یعنی تقدیم کنیم. آها یعنی گرفتم. بگیم خب حالا آقا بهزاد اونو بعدن ترتیبشو بدیم. شما بفرمایید. بگم خدمتتون مشتری که میاد خدمت شما اکسیژنه که استنشاق میکنه هیچ، از اینا که این آقای عزیزو بردن زیر پاشونه از این کارا میکنن که هیچ، آقا غلامم که در پیتو وا میکنن میبندن که هیچ. من پیشنهاد میدم مشتری که اینجوری داره صفا میکنه یه کاسه هم سیراب شیردونه داغ بهش بدیم صفا میکنه. نه نه بابا کاسه آقا سیراب شیردون دو اتاق اکسیژن اصلا شاید یه مشتری دلش نخواد فوتبالای سیراب شیردون بده. برای اونم برنامه دارم، پیشنهاد میدم اولا ما میخوام به مشتری ها 40% تخفیف بدیم که دیگه ارزون بشه بخورن و میل کنن، اگرم نخواستن نخورن. طوریه اینو هستم. اصلا میپذیرم به یک شرط. چی شرط؟ که عهدنامه تنظیم بکنیم که 10% از فروش مال من. مونس خانم ما 40% داریم تخفیف میدیم به خاطر اینکه به مشتریای شما تو اتاق اکسیژن خوش بگذره. 10% هم شما بگیرین دیگه، ما هیچی که. خب شما 30% تخفیف بدید که 10% هم بدید به من. باشه اینم بد فکر نیست. به احساب آقای مهندس نظر شما چیه؟ بعدم نمیگم شما موافقین؟ ما حرفی نداریم. ما موافقم. قبوله. قبوله؟ بله. خب پس فاز اولش تکمیل شد. خب چی اول مونس خانم؟ فاز اول. فاز این شما از کجا شنیدین؟ از آقای دکتر شنیدین؟ نه خیر. من دیشب تلویزیون گوش میدادم. توی اخبار داشتن میگفتن فاز یک فلان جا و فاز دوی بیسار جا و فاز فلان جا تأسیس شد. این بود که منم مونده بودم فاز چی چیه؟ از آقای دکتر پرسیدم. آقای دکتر برام تشریح کردن. کی از آقای دکتر پرسیدین؟ دیشب. ساعت چند؟
به تو مربوط نیست. بله. در هر حال من با تمام این پیشنهادها مخالفم. چرا آقای جباری؟ آقا ما داریم خدمات میدیم. خانم شما دارین عوام فریبی میکنید، با مردم دارین گول میزنین مردم. چه عوام فریبی آقای جباری؟ خدمات ما رو در نظر نمیگیرید؟ ببین حالا که شما میفرمایید دیگه نمیشه با حرف شما حرف زد. شما چون تایید میکنی بندم رو چشمم بندم تایید کرده. همه موافقم. به افتخار آقای جباری و خانم مونیس خانم یک کفمو رو هم هستیم. بگین به کسی که دونه تو طبیعت راه نفسش رو هی میگیره، یا به اونی که چشمش به طبیبه بیاد و داغ اکسیژن نمیره، واسه اونایی که خاک تو گلوشونه و دست خاک چه بیدن توی خونه، مونس خانم داره اتاقه کشی یه هم اگه هر بوده آتونه نفس میرونم آخرین نفر این آقا بودن. خواهش میکنم بفرمایید. نیم ساعت دیگه سانس دوم شروع میشه. نیم ساعت دیگه میگم اگر دوست دارین میتونین توی این مغازه روبرو سیراب شیردون اعلا و آش رشته خونگی میل کنین. بله بفرمایید. میگم لیلا جون میبینی چقدر خوب کارمون گرفته، چقدر شلوغ شده. فکر میکنم که به زودی بتونیم همه بدهکاریمون رو یه جا بدیم. نفسامو بشمرو خوابمو اندازه بگیر، واسه زنده موندنم بهونه تازه بگیر. نفسامو بشمرو خوابمو اندازه بگی، واسه زنده موندنم بهونه تازه بگی. نه هوای عاشقی که بشکفم به اسم تو، نه جنون ساده ای که بشکنم تلسم تو. نفسم در نمیاد، ماهو از آسمون بکن، بذاری روزن راهیشه